خوش باشی. روز شمار نیاکان، برنامه ای از شبکه ZNTV. آتشکده آذرجو یکی از آتشکده های شهر داراب و در 10 کیلومتری غرب شهر دارابگرد در فاصله 1 کیلومتری از روستای کرسیا واقع شده است. آتشکده آذرجو به شیوه 4 تاقی با گنبدی گرد است که سقف اصلی آن ویران شده است. مقدسی، یکی از رخدادنگاران، آذرجو را شهری از آتش معنا کرده است. در برابر این آتشکده کوه بلندی به نام هفرسیا و چشمه طبیعی و بزرگ به نام اقلانقز قرار دارد. وجه تسمیه آن به نام آذرجوی به دلیل وجود آتش که به آن آذر میگویند در این بنا و رود یا جوی روان پر آب در کنار این سازه تاریخی است. اکنون از رود کناری این آتشکده و استخری که در نزدیکی این بنا وجود داشته اثری بر جای نمانده است. بر پایه روایت مروج الذهب مسعودی، این آتشکده به دستور اشو زرتشت بنا شده است. وی ادعا کرده زرتشت به یستافشاه دستور داد تا آتش مقدس جمشید را بیابد و یستافشاه آن را در خوارزم یافت و به دارابگرد آورد و در آنجا آتشکده‌ای بنا نمود و آتش مقدس را در آن نگهداری و سپس شهر خرم دارابگرد را بنا نمود. از سال 332 هجری قمری نام آن با آتشکده آذرجو تغییر کرد. این اثر که 1 4 تاقی به جا مانده از روزگار ساسانیان است، همانند همه 4 تاقی های روزگار ساسانی دارای پلانی مربعی است. این سازه تاریخی خاموش از لاشه سنگ با ملات گچ دستکوب ساخته شده است. بدنه داخل اثر گچندود بوده که پهنای لایه های گچی آن 5 سانتی متر است. گفتنی است 4 تاقی‌ها سازه‌هایی بودند که بیشتر کاربری مذهبی داشتند. آتشکده سازه زادبوم ایرانی است که اگر به آن توجه شود ارزش آن نمودار خواهد شد. هرگاه به ارزشمندی آتشکده‌ها پی برده شود، میتوان امیدوار بود که آتشکده‌ها هم مانند ساختمان‌های دیگر بازسازی شوند و این بخش از معماری ایرانی برای آیندگان به یادگار بماند. در کنار آن 2 حلقه چای سنگی در دل کوه تراشیدند که از آنها به عنوان مخزن آب برای 2 آسیاب که در زیر آن قرار دارند استفاده شده است. مصالح به کار رفته در این سازه از سنگ و گچ بوده و نمای آن با آجرهای مربع شکل تزیین شده است. این 4 تاقی در سده گذشته دارای گنبد بوده که امروزه به درون آن فرو ریخته است. سقف گنبدی شکل آتشکده آجری بوده و با بلندی نزدیک 12 متر بر بالای سکوی مربعی شکل از سنگ و گچ برپا بوده است. سقف گنبدی بنا از نظر معماری حائز اهمیت بوده و جزو نخستین گنبدهای ایرانی به شمار می رفته است. از آنجا که این آتشکده مسیر و جاده‌ای مناسب ندارد، بازدید کننده چندانی هم نداشته و ناشناخته باقی مانده است. بنای آتشکده که روزگاری محلی برای آیین‌های مذهبی مردم فارس و مکان زندگی بوده، در حال حاضر به نیمه ویرانه متروک تبدیل شده است. با اینکه مجموعه 4 تاقی آذرجو یکی از برجسته‌ترین 4 تاقی‌های ساسانی در فارس است، این بنا به دلیل آسیب‌های جدی تقریباً در حال تبدیل به تولی از خاک است و ساختار کلی این بنای تاریخی تقریباً از بین رفته است. به دلیل بی‌توجهی‌ها این اثر ملی سال‌هاست به حال خود رها شده و متروک مانده است. آوار دیوارهای این آتشکده را تا نیمه فرا گرفته است و گنبد آن ریخته است و
اگر چاره ای برای بازسازی و مرمت آن اندیشیده نشود، بنا به زودی کلن فرو خواهد ریخت، که یقینا این اتفاق با عدم شعور و فهم فرهنگی مسئولین به زودی اتفاق خواهد افتاد. این آتشکده در تاریخ 17 خرداد ماه 1385 با شماره ثبت 15602 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.